سلام وقتتون بخیر امیدوارم حالا احوال دلتون خوب باشه و اوقات خوبی رو تا این لحظه از روز سپری کرده باشید از این لحظه از روز به بعد هم به اتفاق هم اوقات خوب و البته فاطمی رو رقم خواهیم زد همونطور که مستحضر هستید ما یک رسم خوبی رو در ابتدای هر قسمت از برنامه بربال ملائک در روزهای زوج بنا نهادیم و اون همین هستش که با احادیث نورانی حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین از طریق کتاب گرانسنگ و ارزشمند الخصال همراه میشیم حدیثی رو امروز میخوام خدمتون بخونم و با هم در موردش صحبت ها خواهیم داشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند غیبت شدیدتر از زناست ارز کردند ای پیامبر خدا چرا چنین است فرمود اگر زناکار توبه کند خداوند توبهش را میپذیرد ولی اگر غیبت کننده توبه کند خداوند توبهش را نمیپذیرد تا آنگاه که غیبت شونده از او درگذرد بله بینندگان عزیز اینجا کلام خودم رو تمام می کنم تا انشاءالله در ادامه برنامه در این خصوص با هم صحبت و گفتگو بکنه برنامه بربال ملائک با این شکل و شمایلی که ملاحظه میفرمایید ان الله تا از آن هنگام ادامه داره خواهش بنده همکارانمون و کارشناس و محترم برنامه رو امروز هم بیننده باشید الهی که عاقبت هاتون ختم به خیر بشه ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید با ما همراه باشید باز هنگام نماز آمده از موقع راز و نیاز آمده از گوش کن میشه نبی بانگ از آن خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به سپاریم به خدا موش کن. موش یا تو را بهترین کار تو را بهترین کار تو را بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمة و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما ها بهی علمک عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم حضور یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه از آنگاهی بر ملائک خیلی خوش آمدید امروز هم به برنامه از آنگاهی خودتون برنامه ای که از تقریبا یک ساعت قبل از از ظهر شروع میشه و تا از ظهر به افق کربلای معلا ادامه داره و البته بازپخش برنامه هم قبل از اذان مغرب در همون روز و اذان صبح روز بعدش پخش میشه امروز هم این افتخار نصیب بنده و همکارانم هم شده که در خدمت شما باشیم بنده تمام قد در مقابل شما بینندگان همه چی تمومه شبکه جهانی بیت عباس علیه السلام باز هم ایستادم جهت ادای احترام و اینکه عرض بکنم خدمتتون امروز هم اومدیم در زیباترین و حساس ترین لحظات روزتون با شما شریک و سهیم بشیم بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام اینجا استودیوی کریمه اهل بیت استودیوی برنامه بربال ملائک بنده هم سجاد اکبری الله تا از آن هنگام مهمان منازل گرم و نگاه های پر از مهر و محبت و سخاوت شما هستیم بخش رو به اتفاق هم ببینیم برگردیم تا از آن هنگام همراه شما خواهیم بود بفرمایید خواهش میکنم سلام و درود خداوند مجددا به شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه از آنگاهی بربال ملائک الحمدلله که این فضا و این امکان فراهم شده تا از طریق این قاب جهانی هر روز به اتفاق هم انسی داشته باشیم گرچه کوتاه با آیات نورانی و پر از خیر و برکت قرآن کریم و البته خواهشی که از شما عزیزان دارم اینه که به این مقدار از انس با قرآن کفایت و قناعت نکنید و اکتفا نکنید به همین تلاوت آیاتی از قرآن کریم در روز بلکه به مفاهیم، معارف و ترجمه آیات توجه داشته باشید و بپردازید اما خب حاضهی بزاعتونا در حد بزاعت خودمون دوست داریم که با شما شریک بشیم در اونس با آیات نورانی قرآن کریم امروز هم همونطور که مستحضر هستید آیات زیبای قرآن کریم تلاوت شد و همه و همه از نور این آیات بهرمند شدیم فضای منازل گرم شما عزیزان و همچنین فضای استودیوی کریمه اهل بیت شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام مؤثر و مزین و منور به و زینت و نور آیات الهی شد میخوام ترجمه این آیات رو تقدیم حضورتون بکنم باشد که رستگار بشیم انشا الله خداوند متعال میفرمایند و نیز بر آن ستن عنایت کرد که از جهاد یعنی جهاد واپس نهاده شدند و مردم از آنها بریدند تا بدان جا که زمین با همه فراخی بر آنها تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دانستند که از خدا جز به سوی او پناهی نیست آنگاه خدا به آنها بازگشت تا توبه کنند بی تردید خدا توبه پذیر مهربان است ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید مردم مدینه و بادی نشینان اطرافش را نرسد که از رسول خدا تخلف کنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند این از آن روست که در راه خدا هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی به آنها نرسد و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می آورد قدم نگذارند و از دشمن ضربه ای نخورند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحی برای آنان در کارنامهشان نوشته می شود مسلما خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند و هیچ هزینه کوچک و بزرگی خرج نمی کنند و هیچ وادی را نمی پیمایند مگر اینکه به حساب آنان نوشته می شود تا خدا آنها را بهتر از آنچه می کردند داشتاد. و مؤمنان را وظیفه نیست که همگی به سوی جهاد کوچ کنند پس چرا از هر گروهی از آنان تایفه کوچ نمی کنند تا در دین دانا شوند و چون بازگشتند قوم خود را انظار کنند شاید آنها از معاصی برحضر باشند بله بینندگان عزیز از هر قوم و یا از هر جمعیتی بهتره که تعدادی برای یادگیری درس دین اقدام بکنند و بعد برگردند و بازگردند از اون شهری که سکنا گزیده بودند برای یادگیری و در شهر خودشون و در نزد قوم خودشون به تبلیغ دین بپردازند آیه انتهایی این صفحه این قضیه رو برای ما روشن میکنه که باید یک عده‌ای یک تعدادی از یک قومی از هر قومی برای آموختن درس دین و احکام و واجبات و مستحبات و مکروهات اقدام بکنند تا در جهت هدایت شدن افراد این قوم اینها هم قدمی برداشته باشند که البته افرادی هم که اقدام می کنند و عدالت پیشه می کنند در این زمینه بسیار ارزشمند هستند و البته قابل احترام بینندگان عزیز برنامه بربال ملائک این برنامه مثل هر روز انشالله تا از آن هنگام ادامه داره میخوام خواهش بکنم از محضر شما عزیزان که همچنان تا پایان این قسمت از برنامه بیننده ای برنامه خودتون باشید سلام مجدد به شما بینندگان عزیز و محترم برنامه از آنگاهی بربال ملائک در ابتدای برنامه حدیثی رو خدمتون قرائت کردم و گفتم که قرار هست در خصوصش صحبت کنیم یک بار دیگر حدیث رو تقدیم نگاه های مهربون شما عزیزان بکنم پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود غیبت شدیدتر از زناست ارز کردند ای پیامبر خدا چرا چنین است فرمود اگر زناکار توبه کند خداوند توبه را میپذیرد ولی اگر غیبت کننده توبه کند خداوند توبه را نمیپذیرد تا آنگاه که غیبت شونده از او درگذرد یک سوالی دارم از محضر شما عزیزانی که الان برنامه بربال ملائک رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید پای گیرندهای خودتون نشستید و چشم دوختید به این قاب جهانی. بینندگان عزیز، طعم گوشت برادر مرده خودتون رو تا الان تصور کردید؟ خیلی هاتون جا خوردید از این سوالی که خیلی مهمه. این مثال مثالی نیست که خیلی راحت از کنارش بگذریم و عبور بکنیم. این مثال رو خداوند متعال در سوره مبارکه حجرات مطرح میکنه برادر و یا خواهر عزیز و گران قدرم کسی که غیبت میکنه انگار که داره گوشت برادر مرده خودش رو مزه مزه میکنه و از این عمل و کردار خودش داره لذت میبره چقدر خوبه همین الان که متوجه این امر و این قضیه مهم شدیم غیبت رو برای همیشه نبوسیم بگذاریم کنار و هیچ وقت دیگه مرتکب عمل زشت و زننده غیبت نشیم گاهی اوقات غیبت هامون فقط پشت سر یک فردی حرف زدن هست غیبت در صورتیه که درون خودش دروغ نداشته باشه مثلا برادر و یا خواهر دینی ما یک عیبی و یا یک ضعفی داره و ما پشت سر او داریم این عیب و این ضعف او رو مطرح میکنیم این قیبته و طبق همین حدیثی که خدمتون ارز کردم اشد دومن از زنا هم هستش شدیدتر از گناه زشت زنا اما گاهی اوقات برادر و یا خواهر و یا دوست و یا آشنای ما اون عیب و یا ضعف رو هم نداره و ما به دروغ به او این عیب و ضعف رو و این نقص رو نسبت میدیم علاوه بر اینکه دروغ و غیبت رو در خودش قرار داده تهمت رو هم چاشنی خودش کرده که مسئولیت و گناه ما رو به شدت سنگین تر کرد خواهش میکنم از حضورتون امروز به اتفاق بنده بیاین با هم یک تصمیمی بگیریم زمانی که قرار هست در خصوص کسی در قیاب او صحبت بکنیم یک لحظه صحبت های امروزمون رو با همدیگه مرور بکنیم در خصوص طعم گوشت برادر مرده خودمون یک فکری بکنیم و در صحبت کردنمون و شاید غیبت کردنمون یه تجدید نظر بکنیم چرا که هدف ما از زندگی در این دنیا رستگار شدنه پس بیاید با کارهایی که برادر و یا خواهر خودمون رو خوشحال میکنیم این هدف بزرگ رو تحقق ببخشیم و به زودی زود به رستگاری دست پیدا کنیم برنامه بربال ملائک انشاءالله تا از آن هنگام ادامه داره خواهش میکنم با برنامه خودتون همراه و هم قدم. باز هم به این بخش از برنامه بربال ملائک رسیدیم بخشی که فضا پر میشه از اطر مهدی فاطمه صلواته و سلامه علیه ما باز هم دلتنگ یار شدیم دمدمای از آن ظهر هست و قرار هست که به مناجات با پروردگار خودمون بپردازیم یادمون باشه در رأس دعاها دعای فرج ظهور و دعا برای سلامتی حضرت حجت ابن الحسن الاسگری عجل الله و تعالی فرجه و شریف رو داشته باشیم که حسابی محتاج این هستیم که آقامون بیاد و دست بکشه روی سر ما و ما بتونیم حضورا هم از تلطف آقامون از لطف آقامون عطوفت آقامون بهره بشیم ما عاشق بی قرار یاریم همه بر درد فراق او دچاریم همه از پای به جان او نخواهیم نشست تا سر به قدومش بسپاریم همه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه از آنگاهی بر ملائک در این لحظات حساس روز خواهش میکنم دلهاتون رو پر از اشتیاق و دلتنگی کنید و دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر بالا بیارید به نیت ظهور به نیت فرج همه با هم الله که شما بینندگان بزرگوار برنامه از آنگاهی بربال ملائک مجددا خوش آمد ارز میکنم حضور شما و البته حضور عزیزان دلی که به تازگی به جمع بربال ملائکی ها پیوستند جهت اطلاع این دست از عزیزان میخوام ارز بکنم که امروز شنبه هست و به رسم شنبه ها ما قرار هست که همراه بشیم با کارشناس و محترم برنامه من. برادر عزیز و بزرگوار استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلایی بدون اهداف وقت بنده با ایشون همراه میشم تا استفاده کنیم از بیانات و مطالب مفید و ارزشمندشون آقا سلام علیکم وقتتون بخیر در اگر سلامی با بینندگان هست بفرمایید تا در خدمتتون باشیم علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی به علیه السلام ارز سلام و تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمی ایام شهادت مادرمون حضرت صدیقه کبرا فاطمی زهرا سلام الله علیه و انشالله جلسه امروز ما مورد رضایت حضرتشون قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و خیلی خوش آمدید آج آقا بینندگان عزیز در جریان و مستحضر هستند که ما از قسمت های گذشته بحث اسمت رو شروع کردیم و در خصوص اسمت با همدیگه صحبت میکنیم این قسمت قرار هستش که در خصوص اسمت ائمه بحث و گفتگوی داشته باشیم ان شاء الله که برکت این بحث رو خود حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین عنایت کنن افتخار بزرگی است که با این موضوعات در مقابل دیدگان ارزشمند شما قرار می و در حساسترین و زیباترین لحظات روز شما همراه شما میشیم و تا خود از آن قدم قدم به اتفاق هم پیش میدیم بدون اطلاف وقت گوشه جان می سپاریم به کلمات ارزشمند جناب حجت الاسلام شیخ خلیه کربلایی با مبحث اسمت ائمه تاهرین در خدمتتون هستیم ما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین <applause> خب جلسات گذشته توفیق داشتیم که دلایل اسمت انبیا بله صلوات الله علیهم اجمعین و اسمت ائمه هدا علیهم السلام رو عرض کنیم چند مورد و این جلسه ان ادامه اون بحث رو که ان کامل بشه بحثمون خب راجع به اسمت ائمه علیهم السلام ما هم دلایل قرآنی داریم هم روایی که قرآن که مورد اتفاق شیعه و غیر شیعه است و از روایات هم اون روایاتی رو عرض می‌کنیم حالا چند موردشو که به حد تواتر رسیده و مورد اتفاق عامه و خاصه هست که حجت باشه برای همگان و کسی که درش اختلافی ندارد باید. و نداشته باشه خب آیه اولی که جلسه گذشته عرض کردیم در برای اسمت اهل بیت علیهم السلام آیه اولو الامره که خداوند متعال میفهمد عوض اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم همونطور که از خداوند متعال اطاعت میکنید و رسولش همونطور بدون کم و کاست و بدون قید باید از اول الامر پیروی کنید و اطاعت کنید که عرض کردیم که منظور از صاحبان دستور و صاحبان ولایت طبق فرمایش آقا رسول الله امیر المؤمنین تا وجود مبارک حضرت حجت بله. الله تعالی فرجه و شریف است دومین دو آیه آیه که عرض کردیم آیه تطهیره انما الله لیوده رجس اهل البيت و تطهیرا تطهیرا. که زیلش هم خوندیم که معنای اهل بیت به چه معنایه و پیغمبر خدا تا, تا نه ماه در روایات تا هشت ماه روایت مختلف داره که حضرت می اومدن بر در خانه علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و اهل بیت رو به همه معرفی میکردن با این سوم آیه ابتلاع حضرت ابراهیم علیه السلامه که عرض کردیم که خداوند متعال من میفهمد قال لا ینال و عهد الظالمین عهد من یعنی امامت به افراد ظالم نمیرسه که این دلیل بود بر اسمت امام امام باید معصوم باشه ظالم نباشه حتی به خودش هم ظلم نکرده باشه و چهارمین آیه که امروز عرض میکنیم آیه صادقینه خداوند متعال میفهمد یا ایوها الذین آمنو اتقوا الله و مع الصادقین ای افراد با ایمان علاوه بر این که ایمان دارید و ایمانتون باید حفظ کنید و تقوام داشته باشید و یه صفت دیگه هم لازمه کونو مع صادقین همیشه و همواره همراه افراد صادق باشید صادقین کیان راستگویان و راستان در کردار در گفتار و در پندار یعنی فکرشون درسته عملشون درسته گفتارشون و قولشون هم درسته که در تفاسیر عامه و خاصه در زیل این آیه کونو مع الصادقین منظور محمد و آل محمد علیهم السلام هم که بهش اشاره شده بلی. خب طبق این آیه در هر زمانی باید امامی باشه که معصوم باشه که همه باید همراهش باشن کونو مع صادقین نمیشه خدا دستور داده باشه بعد این در خارج کسی نباشه ما به ازاش همیشه یه امامی باید باشه که صادق هست در تمامی کارهاش در تمامی گفتارش روایت در کتاب شریف کافی جلد اول از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیات و ثنا که فرمودن از صادقون هم الائمه امام رضا فرمودن منظور از صادقون که خداوند میفرماید همون اعمه طاهرین هستند ائمه حسن احسنتم و صدیقون بطاعتهم چرا اینا صادق هستند چون اطاعت محض از خدا دارن و لحظه خطا و اشتباه در زندگیشون نیست لذا خداوند میفرماید که باید همیشه و همواره همراه اونا باشید طبق فرمایش وجود مبارک امیر المومنی کونو مع صادقین عطف بر اول الامر منکم شده آقا این دو تایر کنار هم گذاشتن یعنی از اول الامری باید اطاعت کنید که صادق باشن <applause> عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم کدون اول الامر هر کسی که کس صادق نه اونایی که صادقین هستن اونایی که جز صادق اونا یعنی معصوم یعنی منظور از این صادقین معصومینن. اونا اون اول الامری چون خدا که معصوم عرض کردیم پیغمبرم معصومه این اول هم باید حتما چی باشن؟ معصوم باشن و صادقین منظور معصومین علیهم السلام هستن امام صادق فرمودن کونو مع صادقین قال بطاعتهم آقا در زیل این آیه فرمودن کونو مع صادقین همراه صادقین چجوری با اطاعت محض از اونا همراه صادقین خدا فرموده باشید یعنی اطاعت محض ازشون کنی بدون قید و بدون شرط خب این آیات که عرض کردیم البته بازم آیات دیگه هست اما اینایی که ظهور داره یعنی ظاهره و مورد اتفاق اما از احادیثی که مورد اتفاق و قبول عامه و خاصه هست که همین در کتب ما هست هم در کتب اهل خلاف یکی حدیث شریف ثقلینه که مرحوم کلینی در کافی جلد اول آورده من از منابع خودمون آوردم اینو که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن انی تارکم فیکم امرین که حالا هم فقلین داریم هم اینجا امرین. امرین من دو تا دو تا چیز بین شما میگذارم امانت ان اخذتم بهما اگر به هر دوی اینها شما تمسک جستید و اینها رو گرفتید لن تظلو هیچ وقت گمراه نمیشید هیچ وقت نه اینکه یک سال و دو سال نه تا قیام قیامت شما گمراه نمیشید آه. لن تظلو چیه اینا یا رسول الله کتاب الله عز و قرآن کتاب خدا و اهل بیتی اترتی اهل بیت من اترت من مشخص کردن که منظور از اهل بیت اترته نه بقیه این نکته داره تو این نه همسران من در خصوص واژه اترت آجا لطف می‌کنین توضیح بدین اترت توی روایات اهل بیت هم داریم که سوال شده منظور از اترت کیا هستن فرمونه الامه منظور از اترت یعنی فقط امه نه اینکه کسانی که مثلا تو خونه پیغمبر مثل مثلا انس خدمتکار پیغمبر بوده یا همسران پیغمبر با اینکه زنان خوبی بودن همه همسران پیغمبر که زن بدی نبودن حالا دو تا از این همسران قرآن میفرماید که اینا پیغمبر رو اذیت کردن و به سزای اعمالشون میرسن ولی از همسران پیغمبر مثل ام سلمه مثل ماریه اینها همسران خوبی هستن و پیغمبرم برای اینا دعای خیر که اما جز اهل بیت نیستن اهل بیت به معنای اطرت که پیغمبر اینا خواستن اسمشون هم مشخصه بله خب حالا از این حدیث چی ما دریافت میکنیم حدیث ثقلین که متواتر بین عامه و خاصه یکی اینکه که قرآن معصومه اهل بیت هم عطف بر قرآن شده پیغمبر فرمودن که کتاب الله عز و جل و اهل بیتی و اطرتی این وا, وا و عطف دیگه بله. چون عطف کردن به قرآن بس قرآن ما آیتشو خوندیم که در, در, بر اسمت قرآن هست اهل بیت هم عطف بر قرآن شده طبق فرمایش پیغمبر چون پیغمبر اسمت در سخن دارن دیگه و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا همم قبول دارن این سخن پیغمبره بس حکیم یک سخن بیهوده و باطل نمیگه این واو که عطف کرده یعنی همونطور که قرآن اسمت داره اهل بیت و عطرت من هم اسمت این یک دلیل دلیل دوم تبعیت همونطور که از قرآن واجبه از اطاعت واجبه فرمود که ان اخذتم به ما اگر بگیرید یعنی دستورات اینا رو گوش کنید خب بس اینا حتما اسمت داشته باشن که واجب باشه وگرنه دلیلی نداره که ما در گوش کنیم اینم دلیل دوم و دلیل سوم تبعیت به صورت مطلق و بدون شرطه پیغمبر نفرمودن مثلا در احکام به اینا رجوع کنید در مسائل عبادی به اینا رجوع کنید نفرمودن بدون قید و شرط فرمودن که ان اخذتم به ما بگیرید هر چی اینا گفتن بگیرید قرآن هر چی گفت اهل بیت هم هر چی گفت چون بدون قید و شرطه این میشه دلیل بر اسمت و پیغمبر که نمیشه که ما رو به چیزی کنن بدون قید که خدای نکرده به گمراهی و خطا برسیم پس این حدیث ثقلن که مورد اتفاق شیعه و غیر شیعه است یکی از دلایل اسمت اهل بیت به معنای اطرت هست دومین حدیث شریف حدیث امانه بازم اینم از احادیث متواتره هم در کتب ما هست هم در کتب اهل خلاف که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی فرمودند ان نجوم و امان لاهل السما ستاره ها باعث امنیت هستند یعنی اینا چون ستاره اون چیزی نیست که ما میبینیم ستاره خیلی بزرگتر یک از ستاره ها خورشیده و این سنگینیشون باعث میشه که نظم برپا باشه بله. در کائنات نزد برپا باشه و بحث هدایت هست بحث حالا راههایی که در آسمان هست ستاره برا اهل آسمان اینا امان هستن باعث امنیت باعث آرامش دوری از اختلافه و اهل و بیتی امان و امتی پیغمبر فرمودن که همونطور که ستاره ها باعث امان در آسمان ها هستن در روی زمین اهل بیت من باعث امان از اختلاف و گمراهی و ولالت هستن خب اگر اطرت معصوم نباشند، نمیتونن هدایت بخش باشن نمیتونن مانع از گمراهی بشن پس معلومه که اینا خودشون هدایت یافته و هدایت بخشن و دور از خطا و اشتباه اینم حدیث دوم که عرض کردم مورد اتفاق شیعه و عام است و آخرین حدیث که عرض میکنیم حدیث شریف سفینه است که هم در کتب ما اومده هم در کتب مخالفین که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نو پیغمبر فرمودن که مثل اهل بیت من اطرت من بلد. در میان شما مثل کشتی حضرت نوه من رکبه ها نجا هر کسی سوار بر این کشتی بشه اهل نجات, نجات پیدا میکنه و من تخلف عنها غرق هر کسی که بگه نه خودم شنا بلدم خودم میرم بالای کو همون حرفی که یا سر حضرت نوه زد حسبنا کتاب الله بگن. بگن. نه 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 غرق غرق میشه این تنها کشتی نجات هم هست خب اگر کشتی اهل بیت کشتی نجات و مردم رو نجات میده از گمراهی و ضلالت و تخلف از این کشتی طبق فرمایش پیغمبر باعث غرق شدن و هلاکت میشه به طریق اولا خود اهل بیت اهل نجات یعنی وقتی خودشون باعث نجات بقیه میشن میشه خودشون اهل نجات نباشن و این مطلب این که پیغمبر دستور بازم اینجا بی قید و شرط فرمودن فرمودن که مثلا اهل بیتی تو همه چیزا نه که بازم مثلا توی امور خاص نه بله. بدون قید شرط فرمودن که باید از اینا بگیرید باید به اینا متمسک شید باید دنبال روح اینا باشید وگرنه غرق حلاک میشید و غرق میشید این که خودشون سبب نجات میشن بس اهل نجات هستن این که بدون قید و شرطه یعنی معصوم هستن یعنی پیغمبر فرمود اطاعت محض و بدون قید و شرط باید از اینا داشته باشید دنباله روی اینا باشید در تمام موارد این هم میشه دلیل اسمت از سومین حدیث در کتب کتاب ایون اخبار و رضا جلد اول صفحه 52 از عبدالله ابن عباس از عبدالله ابن عباس روایتی که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله علی یقول انا و علیون و حسن و حسین و تسعه من ولد الحسین مطهرون معصومون عجب. که عبدالله ابن عباس میگه از وجود مبارک رسول الله شنیدم که فرمود من و علی و حسن و حسین و نه فرزند از فرزندان حسین پاک و معصوم هستیم که این همون معنا و تفسیر و تبیین آیه تطهیره. تطهیر هستش. آیه مبارک تطهیره خدا که خداوند متعال میفرماید که لیذه و عنکم الرجس اهل البیت میشه به معنای معصوم که من هر بدی رو از شما دور کرده من اسمت داری بله. و یا طهرکم یعنی این که وجود مبارک رسول الله این آیه رو بر ما معنا کردن اینطور که هم من هم اهل بیت اطرت من اینها هم پاک هستن هم معصوم هستن ان الله پس اگر اجازه بدین آقا یک فاصله بگیریم برگردیم ممنونم از لطفتون ان الله که همیشه در پناه ستاره های هدایت کننده و نجات دهنده خلقت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشیم ما همچنان مهمان نگاه پر از لطف و مهر و محبتتون هستیم و همچنان با بحث اسمت ائمه در خدمتون خواهیم بود به این شرط که این قسمتی رو که همکارانم هم برای شما تدارک دیدن به اتفاق هم ببینیم و برگردیم بفهم خواهش میکنم خب طبق وعده که داده بودم بخشی رو به اتفاق هم مشاهده و ملاحظه کردیم بازگشتیم و با بحث شیرین اسمت ائمه در خدمت شما هستیم و از بیانات و مطالب مفید و ارزشمند جناب حجت الاسلام شیخ علی کربلایی استفاده میکنم حاج آقا در خدمتتون هستیم با ادامه این مبحث بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف عیون اخبار و رضا عیون اخبار رضا صلوات الله و سلام و علی روایتی رو از ریان ابن سلت نقل میکنه که میگه آقا امام رضا در مجلس مهمون حاضر شدن در مر و اده ای از علمای اهل عراق و خراسان بودن یعنی علمای عامه بله فقال المهمون اخبرونی عن معنی هاده الآیه مهمون به آقا عرض کرد که آقا به ما خبر بدی معنای این آیه چیه که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ما به ارث گذاشتیم کتاب رو برای بندگانی که اونها رو استفا کردیم یعنی برگزیدیم از بندگانمون فقالت العلماء اراد الله عز وجل بذلك الامه كلها علمای عامه که اونجا بودن گفتن منظور از این که الذین اصطفینا اون افرادی که ما برگزیدیم همه امته شامل همه امت میشه خدا همه امت پیغمبر رو برگزیده و کتاب رو در بین اونها به ارث گذاشته فقال المأمون ما تقول یا حسن شما چی میگید آقا فقال الرضا عليه السلام امام رضا علیه السلام فرمودن لا اقول كما قالوا، من حرف اونا رو قبول ندارم ولکنی اقول و اراد الله عز وجل به ذالک العطرت طاهره من میگم منظور فقط عطرت طاهره است یعنی ائمه علیهم السلام در مورد این فقال المأمون و عن العطرت من دون الامه آقا چطور شما میگید فقط عطرت امت نیستند شما چطور جدا کردید عطرتو؟ فقال له الرضا انه لو اراد الامه لکانت اجمعها فی الجنه اگر منظور خدا از این اه 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 کسانی که به ارث بردن کتاب رو تمام امت بود بس باید تمام امت میرفتن بهش لقول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد خدا میفهمد بعضی از اینا هستن به خودشون ظلم میکنن اهل بهش نیستن از همین امت بعضیاشون نمیانه رو هستن و من هم سابقون بالخیرات بعضی هستن که سابق, سابق هستن یعنی سبقت میگیرن در کارهای خوب به اذن الله ذالک هو الفضل الکبیر ثم جمعهم هم, جماع هم کل فل خدا این افرادی که سابقون بالخیرات هستن اینا همشون رو در بهش جمع میکنه نه همه امت رو فقال الله عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب الايه که تا آخر آیه اینها که که خدا تو بهج همه تو که خدا تو به جمع نمیکنه فصارت الوارثه للعتره الطاهره مهم. آقا میفهمد بس وارثان کتاب کیا هستن عترت پاک پیغمبر هستن لا لغیره این برابر غیر اونها نیست فقال المأمون من العترت الطاهره همون سوالی که شما فرمودید اطرت طاهره، کیا هستن آقا بر ما مشخص کنید این معنا بعضی ها وسیعش میکنن این معنا رو به بقیه هم سرایت شما برای ما بگوید کیا هستن فقال الرضا علیه السلام الذین وصفهم الله فی کتابه اون کسانی هستن که خدا در کتابش اونها رو وصف کرده فقال عز وجل خداوند فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم اینا بله و هم الذین قال رسول الله و اون کسانی هستن که پیغمبر فرمود انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و ترجمه نمی کنیم چون اینا ارز کردیم دیگه در قسمت قبلی فانظرو کیف تخلفون فیهما ای ایها الناس لا تعلموهم فانهم اعلم منکم پیغمبر فرمود که من دوتا یادگار میذارم به اینا چیزی یاد ندیدم این از شما داناتران و بهتر میدونه اهل بیت من و عطرت من قالت العلماء اخبرنا یا ابل حسن عن العطرت اهم اهم الال ام غیر آل یا ابل حسن ما خبر بده که آیا اطرت همون آل پیغمبر هستن خاندان پیغمبر هستن یا اطرت غیر از خاندان پیغمبره و خانواده پیغمبره فقال الرضا علیه السلام هم الال امام رضا فرمودن نه اطرت همون خانواده و خاندان پیغمبران. فقالت العلماء فهذا رسول الله یؤثر عنه انه قال امتی عالی از پیغمبر روایت نقل شده که فرمودن امت من آل من هستن که این خبر رو عامه گفتن ما قبول نداریم بله. میراه. و ها اولای اصحابه یقولون بالخبر المستفاز اصحاب پیغمبر به خبر با یه سند مستفیض میگن که الذی لا یمکن دفعه آل محمد امته این که ما میگیم که امت پیغمبر آل محمد امت پیغمبر هستن اینا داریم فقال ابو الحسن اخبرونی فهل تحرم الصدقت على الال آل. به من خبر بدید آیا صدقه بر آل حرام یا حرام نیست فقال نعم قال فتحرم على الام بس اگر اینجوری میگید امام رضا فرمودن بس صدقه بر کل امت هم حرامه مگه شما نمیگید قائل به این نیست که صدقه بر آل حرام گفتم پس ما فرمان صدقه بر کل امت حرام. حرامه قالو لا گفتن نه اینطور نیست قاله هادا فرق بین الال و الامه اما اینطور فرمودن ببین اینجور فرق ال ام... آل و امت با همین یه دونه مشخص میشه که خودتونم قبول دارید که صدقه به همه امت حرام نیست فقط به آل حرامه وای حکم اینه یذهب بکم آقا میفرم وای بر شما کجا میرید این چه تفسیری دارید میکنید باز خودتون اضربتم عن الذكر صفحا ام انتم قوم مصرفون اما علمتم انه وقعت الوارثة و, و على المصطفين المهتدين دون سائر؟ شما نمیدانید که این وراست کتاب خدا و طهارت و پاکی فقط برای بندگان برگزیده خدا و هدایت شده خداست غیر از اونها که اون اطرت پیغمبر هستند و همه امت نیستند قالو و من اینه یا ابل حسن یا ابل حسن از کجا میگید اینا بندگان برگزیدن از کجا این حرف رو شما فقال من قول الله عز و جل امام رضا از آیات قرآن دلیل میاره براش که یه سری مطالب که خودشون قبول دارن احکامی که کامل قبول دارن و یه سری آیات قرآن دیگه تو آیات قرآن نمیتونن کم و زیاد بیارن بگن نه ما اینو قبول نداریم ما اینطوریه این سندش درست نیول نه از آیات قرآن باید دیگه اعتراف میکنن دیگه فقال من قول الله عز وجل امام رضا از قول خداوند متعال فرموده ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوه والکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون خداوند متعال میفرماید که ما فرستادیم نوح و ابراهیم و قرار دادیم در ذریه اونها چی نبوت رو و کتاب رو نبوت و کتاب رو فمنهم مهتد بعضی از اونها هدایت یافتن و کثیر منهم فاسقو عده زیادی از اینها فاسق هستن همین ذریه اونها فصارت وراثت النبوه و والکتاب النبو للمهتدین آقا میفرماید که خدا میفرماید که به وراثت ما گذاشتیم کتابو نه برای همه ذریه برای اونایی که هدایت یافتن دون الفاسقین غیر از اون فاسقین که کثیر منهم فاسقون اما علمت ان نوح حين سال ربه عز وجل آیا نمیدانی آن لحظه ای که آن هنگامی که نوح از خداوند متعال خواست که فقال رب ان نبنی من اهلی خدا عرض کرد که خدایا این پسر من از اهل منه و ان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین تو وعده کرده بود اهل منو نجات میدی تو احکم الحاکمینی و ذلک ان الله عز وجل وعده ان ينجيه واهله خدا به نوح وعده کرده بود که خودش و اهلش رو نجات میده فقال رب عز وجل یانو انه عمل غیر صالح این اهل تو نیست این یه کار ناشایستیه بله. تو نیست درسته پسر توه اما چون هم عقیده و هم کیش تو نیست چون در راه سرات مستقیم از اهل تو نیست آقا میخوام بفهم اهل بیت که ما داریم میگیم یعنی هم آین و هم کیش و همراه پیغمبره بله بیت به این منز. فلا تسأل ما ليس سلک به علم ای نوح از اون چیزی که علم نداری سوال نکن اینی اعذک که انتکون من جاهلی من تو رو هشدار میدم که از افراد جاهل باشی یعنی درخواستی نکنی که این نمیشه انجام نمیشه این فرزند تو نبوده لذا این موارد رو آقا امام رضا علیه السلام فرمودن حالا طولانیه این حدیث شلا در جلسات آینده ما ادامه این احادیث رو ذکر میکنیم اما ائمه علیهم السلام به ما فرمودن هر چه ما داریم از مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها است لذا یکی از القاب حضرت ام الائمه النجبا هست مادر ایمه ایمه ای که نجیب هستن پاک هستند. و وجود مبارک امام حسن نجیب و نجیب زاده بحسند. وجود مبارک امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه فرمودن ما حجت خدا بر بندگان هستیم اما جده ما حضرت صدیقه سلام الله علیه حجت خدا بر ما هست نحن حجت الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت علینا تو قیامت را قیامت میکنی بر امامان هم امامت میکنی انشاءالله شفاعت حضرت صدیقه کبرا در این دنیا, این دنیا این و در آخرت نصیب همه دوستداران و فرزندانشون بگردد با برکت صلوات بر محمد و محمد اللهم صل على محمد و آل <سؤال> محمد وعجل فرجهم واللعن اعداءهم ازو خیلی ممنونم از لطفتون خداوند به علم و نفس و کلامتون برکت بده و ممنون و متشکرم از شما عزیزان که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه هم همراه و هم قدم بنده و همکارانم و کارشناسان محترم برنامه بودید در انتهای این منظومه روزانه ترین دعا برای بلندترین آرزو اللهم عجل ولی یک الفرج خواهش میکنم ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید تا برنامه دیگر و عرض ادب و احترام دیگر شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم یا علی